شما به فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت برخی از پرداخت های رفاهی در استرالیا قرار است در این ماه و پس از به اجرا گذاشتن شاخص سازی جدید افزایش پیدا کند اما برخی می گویند نرخ بسیاری از این پرداختی ها هنوز پایین است در این گزارش به این پرداخته شده است که این افزایش چقدر خواهد بود؟ پنج میلیون استرالیایی در ماه جاری شاهد افزایش پرداختی های رفاهی خود خواهند بود. این در است که بسیاری نیز قرار است با گسترش برنامه مصوم به نسخه های پزشکی 60 روزه در هزینه های خود صرفه‌جویی کنند. از جمله پرداختی های رفاهی که قرار است افزایش یابد می توان به حقوق بازنشستگی یا به زبان دیگر ایج پنشن و پرداختی های رفاهی دولتی مصوم به جاب سیکر اشاره کرد. این امر در راستای شاخص سازی جدیدی صورت می گیرد که دولت آن را کمک به موقع در حوزه هزینه های رو به افزایش زندگی نامیده است. اما یک سازمان فعال در زمینه امور رفاهی در استرالیا به نام شورای خدمات اجتماعی استرالیا میگوید گوید رغم افزایش این شاخص سازی نرخ بسیاری از این پرداختی ها ناکافی است. شورای خدمات اجتماعی استرالیا روز یکشنبه در رسانه‌های اجتماعی نوشت شورای خدمات اجتماعی استرالیا از سرمایه گذاری در بخش تأمین اجتماعی استقبال می کند اما مشکل اصلی همچنان باقی است و آن اینکه پرداختی های رفاهی یوت الوانس و جاب سیکر و پرداختی های مرتبط همچنان ناکافی است در این گزارش آمده است که دولت باید نرخ این پرداختها را حداقل به 80 دلار در روز افزایش دهد تا مردم بتوانند نیازهای اولیه خود را پوشش دهند. اما حقوق بازنشستگی چقدر افزایش مییابد با افزایش 28 دلار و 10 سنتی در هر دو هفته برای مجردها این افزایش به حد اکثر نرخ یعنی 1114 دلار و 40 سنت در هر دو هفته خواهد رسید زوجها نیز افزایش دو هفتهای 21 دلار و 20 سنتی دریافت خواهند کرد این بدون مناست که آنها هر دو هفته 862 دلار و 60 سنت یا در مجموع 1720 دلار و 20 سنت دریافت می کنند. همین میزان افزایش در مورد پرداخت های بازنشستگی موسوم به Disability Support Pension و Carers Payment نیز به اجرا گذاشته خواهد شد. اما پرداخته های موسوم به جاب سیکر چقدر افزایش خواهد یافت؟ افراد مجرد بالای 22 سال که فرزند ندارند 15 دلار و 30 سنت افزایش به ازای هر دو هفته دریافت خواهند کرد و پرداخت آنها به 778 دلار در هر دو هفته افزایش می‌یابد. در همین حال نرخ مشارکت 14 دلار در هر دو هفته افزایش می‌یابد و در مجموع به 712 دلار و 30 سنت در هر دو هفته یا 1424 دلار و 60 سنت در مجموع خواهد رسید. پرداخته های مربوط به کمک اجاره چقدر افزایش خواهد یافت؟ افزایش ده درصدی در پرداخت های ویژه مربوط به کمک اجاره که در بودجه فدرال مشخص شده است همزمان با شاخص سازی جدید به اجرا گذاشته خواهد شد. هر اکثر پرداخت کمک اجاره برای فرد مجردی که تنها و بدون کودک زندگی می کند 23 دلار در هر دو هفته افزایش می و به 211 دلار و 20 سنت می رسد. پرداختی زوجهای بدون فرزند نیست 21 دلار و 80 سنت در هر دو هفته افزایش خواهد یافت که مجموع نرخ دو هفته ای آنها را به 199 دلار میرساند. والدین مجرد یا به زبان دیگر تک والد و زوجهایی که حداکثر دو فرزند دارند هر دو هفته 27 دلار و دو سنت افزایش دریافت خواهند کرد و کل پرداخت آنها به 248 دلار و 22 سنت در هر دو هفته میرسد. والدین مجرد یا همان تک ها و زوجهایی که سه فرزند یا بیشتر دارند نیز هر دو هفته 30 دلار و 52 سنت بیشتر دریافت می کنند. این به معنی است که این نرخ برای آنها در مجموع 248 دلار و 22 سنت در هر دو هفته خواهد بود اما پرداخته های ویژه والدین چقدر افزایش می برای مجرد های زیر سن بازنشستگی یعنی 67 سال نرخ پایه 19 دلار و 20 سنت در هر دو هفته افزایش می و به 978 دلار و 60 سنت در هر دو هفته میرسد و برای والدین شریک زیر این سن نرخ پایه پس از افزایش 14 دلار در هر دو هفته به 712 دلار و 30 سنت در هر دو هفته افزایش خواهد یافت اما پرسش دیگر این که این پرداختی ها چه زمانی افزایش می این پرداختی ها از 20 سپتامبر و افزایش ها به طور خودکار اعمال می شود کمک هزینه جوانان یا به زمان دیگر یوت Allowance در شمار پرداخت های تعیین شده برای افزایش در ماه سپتامبر نیست زیرا این پرداختی ها در ماه ژانویه شاخص بندی می شود و نکته دیگر آنکه چه چیز دیگری تغییر می کند داروهای جدید از طریق برنامه نسخه های پزشکی 60 روزه در دسترس خواهند بود در حال حاضر در مجموع حدود 300 دارو در این لیست قرار دارند آخرین گروه از این داروها در اول سپتامبر معرفی شد و شامل داروهای مربوط به درمان آکنه، استراب، آسم، یبوست، افسردگی، بیماری ریفلاکس مده و مری، گلوکوم، خشکی چشم بیماری انصدادی ریه و بیماری پارکینسون است برنامه نسخه های پزشکی 60 روزه در سپتامبر 2023 معرفی شد این برنامه به مردم اجازه می دهد تا دو ماه داروهای یارانه ای خود را با یک نسخه واحد خریداری کنند این ابتکار برای صرف جویی در هزینه و زمان با کاهش تعداد دفعاتی که بیماران نیاز به مراجعه به پزشک خود دارند طراحی شده است آیا می به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن می گیرید گوش کنید؟